هرچه زمان می گذارد و عمر حکومت سنی های تندروی طالبان در افغانستان بیشتر می شود، پرده دیگر از ظلم و ستم و جنایت های طالبان علیه شیعیان افغانستان در مناطق مختلف این کشور بیش از پیش برملا می شود. یکی از موضوعاتی که می توان در این باره به آن اشاره کرد این است که صدها خانواده در استان بامیان در مرکز افغانستان در دل کوه و در مغاره های اطراف مجسمه های تاریخی بودا مسکن گزیدند جایی که زندگی را به دشواری می و با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند همکارم هورا عبدالمجید گزارش می دهد ده ها خانواده شیعه افغانستانی از اهالی منطقه شیعه نشین بامیان قاق هستند. به تازگی طالبان نشینان بامیان را تهدید به کوچ اجباری کردند و دستور دادند که باید این مقاگه ها را ترک کنند. در همین حال کلیفی در شبکه های اجتماعی افغانستان دست به دست می شود که در آن دو زن ادعا می کنند که طالبان خانواده های را مجبور به کوچ از مقاگه ها کردند. یکی از این زنان میگوید طالبان به آنها هشدار داده که مغاره ها را ترک کنید و اگر ترک نکنید دهانتان را پر از گلوله میکنیم. او میگوید که نیروهای طالبان به عروسش دشنام دادند و هرچه از دهانشان بیرون شد گفتند یکی دیگر از این زنان میگوید که طالبان گفتند دوره نظام جمهوری دوره شما شیعیان هزاره بود و اکنون دوره ما است و باید از مغاره ها بیرون شوید طالبان مقاره های بامیان را ملک دولت می دانند و می خواهند با کوچ دادن مقاره نشینان این مقاره ها را تصرف کنند. این گروه هنوز درباره اظهارات این زنان و ویدئوی منتشر شده واکنشی نشان ندادند اما این ویدئو به صورت گسترده در شبکه های اجتماعی افغانستان نشر شده و رسانه های زیادی بر اساس آن خبر و گزارش تهیه کردند. مقاقه نشینان بامیان را عمدتا خانواده های بی سرپناه شیعیان هزاره تشکیل می دهند. این خانواده ها در دوره حکومت قبلی افغانستان از دنیای مهاجرت و از کشورهای ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. آنها به دلیل مشکلات شدید اقتصادی و نداشتن سرپناه مشخص در مقاره های استان بامیان مسکن گزیدند و شماری از آنها بیش از یک و نیم دهه است که در این مقاره ها زندگی می کنند. هاگا عبدالمجید اخبارشیه